ظاهراً حرف بود، اما حرف هایی که خود زدنش عمل است. اگرچه در تکثیر اون نامی بحث‌انگیز من بی نقش نبودم، ولی پیام و صداقت نهفته در اون بود که راه گشود و چون و نسیم به هر کوی و برزن رسید. شرح دادم که با دلی شکسته از مشهد راهی گلپایگان شدم و پس از چندی به اهواز رفتم. در اونجا با ابتلاعات فراوان روبرو گشتم، به روزمرگی و روزمرگی افتاده و به بدن خودم نیز بی احترامی کردم. قبله و آمالی جز هوس‌های ناچیز خیش نداشتم و این چشم و اون ابرو مرا به دنبال خود می‌کشید و به رکوع و سجود وامی داشت. برده تنم بودم و تا به تحمل اون نماز و نیاز پررنگ و ریا را نداشتم. یک روز غروب دلانگیزی که باران هم می‌بارید، غمهایی که قدمش مبارک باد از راه رسید، اندوه مرا در بغل گرفت و کتاب زندگیم ورقی تازه خورد. غروب چهارشنبه سوم بهمن سال 1352 با برادرم از خیابانی می گذشتیم که باران تندی باریدن گرفت. با چند آبر دیگر دویدیم به سمت یک قهوه خانه تا خیس نشویم. تلویزیون سیاه و سفیدی روشن بود و کرامت الله دانشیان داشت سخن می گفت. پیشتر شنبه 23 دی ماه همان سال در روزنامه اطلاعات خوانده بودم برای متهمان سوء قصد به جان اعلی حضرت همایونی تقاضای اعدام شده است. کرامت الله دانشیان داشت سخن می گفت و انگار در جستجوی چیزی در اون دوردست ها بود. با اینکه با وی به لحاظ فلسفی در یک راستا نبودم، نگاه معصوم وی و کلمات زنده و غم‌آلودش بر من اثری شگفت گذاشت. به خانه برگشتیم و هر کاری کردم به خوابم نشد که نشد. تا سحرگاه بیدار بودم و کرامت الله دانشیان به من زل زده بود. اون غروب زیبا به داد من رسید. تصمیم گرفتم بر دل شکستگی که به خاطر اون مشهد را گذاشتم و آمدم فائق آیم و از نماز و نیازهای پوشالی و از قبله‌های کج و معوج روی بگردانم و کمی آدم بشوم. حال عجیبی داشتم، لبخند از لبانم قطع نمی شد و همزمان بارانی از حزن بر من می بارید. از اون به بعد دیگر به دیسکوی درشکه که چشم و دلم در اونجا میلولید و می چرید و تنها چیزی که در اون نبود شادی به معنی واقعی کلمه بود پا نگذاشتم و به قول زنده یاد فرهاد به خودم هی زدم از اینجا از اینجاها برو. از اون به بعد به هرزخانه های مشابه هم نرفتم و زشتی و پستیم اندکی فروکش کرد. تلاش کردم بنویسم، سعی کردم در مورد سیبویه استاد مسلم نحو و زبانشناس برجسته ایرانی که در شاهکار خود به نام الکتاب نظریه آواشناسی و واج شناسی ویژه‌ای پدید آورده چیزی بنویسم. کار روی لیست آثار دکتر شریعتی را هم از سر گرفتم و نمونه کامل تری از آن تهیه نمودم. همچنین خلاصه اون چرا پیشتر در مورد نور، انرژی مولد شعاع نوشته بودم آماده کردم. کندوکاو در نور و دنیای پر رمز و راز فوتون‌ها از دیرباز مورد علاقه من بود. خلاصه درس و مشق را از سر گرفتم. در دانشگاه جندی شاپور دو همشهری صاحب نفوذ داشتم که هوای مرا داشتند. مدیر کل آموزش دانشگاه آقا رضا تاجداری
و استاد دکتر علی امیدی، استاد ریاضیات عالی. با اعمال نفوذ آنان در آزمایشگاه فیزیک دانشکده علوم 3 روز در هفته کار گرفتم و مقاله سیبویه و نور را هم برای دکتر عباس جامعی، رئیس دانشگاه اهواز، فرستادم. می دانستم دکتر جامعی استاد به نام آمار و ریاضیات ایران است و سرشماری عمومی سال 1345 را هم او مدیریت کرده است. ایشان مرا به حضور پذیرفت و بسیار تشویق نمود و گفت جامعه ایران به جوانانی مثل شما نیاز دارد. تقاضا کردم چون برادرم در اهواز تدریس می کنند اگر ممکن باشد ترتیبی بدهند تا من در جندی شاپور ادامه تحصیل بدهم. پیشنهاد کرد تا کارم درست شود در کلاس های دکتر محمد حسن مهدوی اردبیلی شرکت کنم. در جندی شاپور کلاس های درس دکتر مهدوی زبان زد بود. من دکتر عباس جامعی، اون استاد فرهیخته را که متاسفانه در فقر و تنگ دستی درگذشت و نقش مهمی در آموزش عالی میهن ستم دیده ما داشت، فراموش نمی کنم. یکی از دوستانم که اهل بانه و از خیشاوندان مترجم و نویسنده معروف ابراهیم یونسی بود، از قول او می گفت وقتی از زندان آزاد شدم به کمک دکتر عباس جامعی به مرکز تازه تأسیس آمار راه یافتم. کسی به من کار نمی داد. اگر کمک وی نبود ابدا فراغت بال برای تألیف و ترجمه نداشتم. در اهواز در سالهای پیش از دهه 50 چیزی که به عنوان دانشگاه وجود داشت یک دانشکده پزشکی بود در محل دانشکده ادبیات فعلی ساختمان سگوش و یک دانشکده کشاورزی در روستای ملاسانی در 30 کیلومتری اهواز. یک دانشسرای عالی هم در پشت اداره دارایی که مقابل ساختمان سگوش بود وجود داشت که دانشجویان رشته های علوم در اون تحصیل می کردند. همین و بس. شهر دانشگاهی فعلی کنار بلوار گلستان اهواز حاصل مدیریت دکتر عباس جامعی در این دانشگاه بود. کتابخانه مرکزی، دانشکده مهندسی، پزشکی، پرستاری، علوم، کشاورزی، اقتصاد، علوم تربیتی و ساختمان‌های ادارات مرکزی، بیمارستان گلستان، مجموعه ورزشی و تربیت بدنی، ساختمان معاونت دانشجویی، سلف سرویس مرکزی و همچنین شاخه شمالی دانشگاه جندی شاپور در صفی‌آباد دسفول زمان دکتر جامعی ساخته شدند با همت او. بعد از انقلاب بزرگ ضد سلطنتی وقتی دور دست مرتجعین افتاد به امثال او رحم نشد. گفتند او بهایی است و وقتی معاونت سازمان برنامه و ریاست مرکز آمار ایران بر عهده‌اش بود در سرشماری عمومی نفوس و خانواده در کشور به کلیه آمارگران دستور داده تا آمار بهایان را بیش از میزان واقعی اعلام نمایند، خبری که واقعیت نداشت. با او مثل سالار جاف و مانند او برخورد شد و دار و ندارش مصادره گشت. به عکس هایی که دکتر عباس جامعی با اشرف پهلوی داشت استناد کردند و او را وابسته به دربار دانستند، در حالی که در اون زمان همه دانشگاه های دولتی هیئت امنا داشتند و ریاست این هیئت های امنا هر کدام بر عهده یکی از اعضای خانواده شاه بود و هر کسی که رئیس دانشگاه بود ناچار می شد با آنها عکسی داشته باشد. دکتر جامعی پس از اون همه آزار به ناچار جلای وطن کرد و سالهای آخر زندگی خودش را با فقر و تنگ دستی گذران. بگذاریم. به سفارش اون استاد فرزانه که گفت تا کارت درست شود در کلاس های دکتر محمد حسن مهدوی اردبیلی شرکت کن، به ایشان مراجعه کردم.
دکتر مهدوی که از دانشکده کشاورزی کرج به اهواز منتقل شده بود و معاونت آموزشی دانشگاه جندی شاپور را به عهده داشت، علاوه بر معادلات دیفرانسیل تاریخ علوم درس می‌داد. به ایشان گفتم من به مباحثی که شما درس می‌دهید اشراف بسیار کمی دارم، ندانم هایم بسیار است، اما می‌کوشم یاد بگیرم، می‌خواهم در درس تاریخ علوم شرکت کنم. بسیار استقبال نمود و هر بار با خوشحالی پاسخ پرسش هایم را می‌داد. یک بار در مورد ابن هیثم الحزن که در زمینه شناخت نور و قانون‌های شکست و بازتاب اون نقش مهمی ایفا کرده است مقاله نوشتم و به او دادم. خیلی خوشحال شد و قلم خودنویسش را به من هدیه کرد. دکتر مهدوی در درس تاریخ علوم وقتی صحبت از نیوتن و دلمبر می شد از خیام و خارزمی می گفت. به سعدی و بوستان علاقه داشت و می گفت بوستان یکی از گنجینه های پرارزش زبان فارسی است، هم از جهت فصاحت و زیبایی ظاهری و کلام و هم از جهت زیبایی درونی و پیام. ولی شعر ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری را نقد می کرد و با لهجه ترکیش می پرسید آیا واقعا هدف دستگاه آفرینش از خلق ابر و باد و مه و خورشید و فلک این است؟ این چه خودخواهی و چه خیال باطلی است که فکر کنیم خالق هستی همه این پدیده ها را به کار انداخته تا ما نانی به کف بیاوریم و به غفلت نخوریم. او بعد از انقلاب با دکتر غلام حسین یوسفی در ترجمه چند کتاب از جمله اما من شما را دوست می داشتم اثر ژیلبر سپرون، انسان دوستی در اسلام اثر مارسل بوازار و تحقیق در باری سعدی اثر هانری ماسه نقش داشته است. خلاصه من به درس و مشق مشغول شدم و ظاهرا همه چیز به خیر و خوشی می گذشت. به دلم برات شده بود اتفاقی می افتد، اما نمیدانستم دقیقاً چیست. تا اینکه یک بار خواب عجیبی دیدم، رؤیای بیدار، یا بهتر بگویم بیداری رؤیایی. گاهی خواب دیدن آدم از جنس همیشه نیست. بعضی اوقات تصویر خوابها اونقدر زنده و جاندار است که از خودمون میپرسیم آیا اون چه دیدیم واقعا خواب بود؟ اگرچه آدمی بسیاری از اندیشه ها و پندار ها و خواسته های بیداریش را در خواب میبیند، اگرچه معمولا ما همونطور که بیداری میکشیم خواب میبینیم، ولی آیا هر خوابی که میبینیم اینجوریست؟ گاهی آدمی خوابهایی میبیند که قبلا به اون فکر نکرده و موضوعش هم به گذشته فرد بر نمیگردد، خوابهایی که به آینده چشمک میزند. کمتر کسی است که برای او در دوران زندگیش این گونه خوابها پیش نیامده باشد، منتها بعضی از ما اون را برای خودمون نگاه میداریم و چه بسا میترسیم بیان کنیم که مبادا به ما بگویند خرافی هستی، ایدئالیست هستی، مذهبی هستی و از این قبیل. شبی از خواب بیدار شدم و وسط شب برادرم را بیدار کردم و گفتم آیا ما در تیر ماه سال 52 هستیم؟ و یکی از این پرسشم تعجب کرده بود گفت خیر، الان ما در سال 53 هستیم. خیالاتی شدی؟ بگیر بخواب. گفتم من خواب دیدم حالا تیر ماه سال گذشته است و دکتر شریعتی دستگیر شده است. برادرم ناراحت شد و گفت اول اینکه الان اردیبهشت سال 53 است، دوم برادر عزیز تو با فیزیک و ریاضی سر و کار داری، خرافاتی نیستی که؟ آخه چرا چیزی میگی که با عقل جور در نمیاد؟ و با اوقات تلخی خوابید. دوباره خوابم برد و باز قصه به نوعی دیگه تکرار شد.
این بار دکتر شریعتی را در لباس خاکستری دیدم که در انتهای سالن درازی ایستاده بود. در عالم خواب انگار می دونستم، انگار یه چیزی می دونستم. دوباره برادرم را بیدار کردم و گفتم در بند 6 زندانی شده است. برادرم پا شد، نگاه ترحم‌آمیزی به من کرد و گفت بند 6 دیگه چیه؟ آخه تو اهل مشروب و مواد مخدر و این چیزا هم که نیستی که من یه جوری این حرفهای سربالا رو توجیه کنم. عزیزم بخواب بخواب، والا مجنون شدی. کدوم بند؟ چرا چرت و پرت میگی؟ او خوابید و من میگریستم. راست میگفت، مجنون شده بودم. هیچ شهود یا به اصطلاح اینتویشنی در کار نبود. گذشت و گذشت و گذشت تا یک بار به او گفتم من به زودی خودم دستگیر میشم. اتفاق خاصی نیفتاده بود، همین طور به دلم برات شده بود. مرا بوسید و گفت نه خدا نکند، پدر و مادر من از قصه میمیرند، تو شمشیر دستشون بودی. این بار حرف ما جدی گرفته بود. فردای اون روز لیست جدیدی که از آثار دکتر شریعتی تهیه کرده بودم به اضافه کپی های نامه وی به احسان و نامه به سر سید احمد خان که از دوستی در اهواز گرفته بودم و هر عکسی که از این اون داشتم همه را بردم و به کارون ریختم. همینجا یادآوری کنم که نامه به سر سید احمد خان مثل گفتگو با گیوز و شخصیت شاندل در اصل واقعیت ندارد. یعنی چنین نامه ای اصلا کسی به سرسر احمد خان ننوشته و گیوزی نبوده که با وی گفتگوی صورت گیرد، کما اینکه شاندل هم جز خود دکتر شریعتی کس دیگه ای نیست. بگذاریم. ساواک اهواز به اشتباه برادرم را بازداشت نمود، اما ماموران در اداره متوجه شده و سراغ مرا گرفته بودند. گفته بودند اون که ما میخواییم چشماش آبیست، شما نیستی. و من که پیشا پیش خودم را در زندان دیده بودم بهترین لباس و کرواتم را پوشیدم و عطر زدم و با آغوش باز به سوی سرنوشت رفتم. دم در ساواک اهواز در منطقه امانیه مرد بدریخت و بدخلاقی هلم داد و گفت برو تو، و بلا فاصله در اتاق اول سمت راست انداخت و در را بست. کمی بعد شخص درش اندامی که به او یعقوب می گفتند بازجویی را آغاز نمود و بعد از سوالات اولیه گفت شما متهم به اقدام علیه امنیت کشور هستید. برخورد او البته محترمانه و مؤدبانه بود. ساعتی بعد در اتاق ناگهان باز شد و 7-8 نفر بدون اون که یک کلمه حرف بزنن یا بپرسن یکی دو دقیقه به من خیره شدن. سپس دو نفر به سوی من آمدن و یک کیسه بزرگ بر سرم کشیدن که خیلی ترسیدم، تا به حال با چنین چیزی روبرو نشده بودم. اون دو مرا با خود بردند. احساس کردم داریم به یک زیرزمین می رویم. سعی می کردم پله ها رو بشمارم، از دستم در رفت. خلاصه پله های زیادی را طی کردیم و در یک اتاق چشمانم را باز کردند. کف اتاق موزاییک بود و فرش و مرشی نداشت. ناگهان دیدم مقداری پوست خونالود، پوست تازه ی بدن انسان گوشه اتاق است. نه خیلی زیاد، اما توی چشمی اومد. در زدم گفتم من اینجا نمیمونم و اشاره به اون گوشه کردم. نگهبان سکوتی کرد و بعد با خنده مخصوصی گفت باشه اتاق تو عوض میکنم. صدای بچه های مدرسه از دور میامد و قیل و قالشون مرا با خود به شط خاطرات میکشید. همین الان هم که دارم حرف میزنم اون سر و صدا با من است، دارم میشنوم.
اگرچه در لحظات انتظار زمان به کندی می گذرد، اما یه مرتبه متوجه شدم که روز رفت و شب آمد. یاد برادرم که حالا نمی داند چه کند و یاد پدر و مادرم در گلپایگان افتادم و کمی گریستم. فکرم به هزار جای دیگر هم سرک کشید. دانشگاه مشهد، اون غروب، اون روز بارانی در اهواز نزدیک فلک ساعت، سخنان کرامت الله دانشیان، آزمایشگاه فیزیک، دخترانی که فکر و ذهنم را مشغول کرده بودند، اعدام دانتون بعد از انقلاب کبیر فرانسه، دیسکوی درشکه در اهواز، گاومون که به صحرا می بردم، آیه 110 سوره یوسف که به من درس ایستادگی می داد، حتی از تی اثر رسول و زنو انهم قد کذبو، شرایطی پیش آمد که یأس بر پیامبران نیز غلبه کرد و گمان بردند که به آنها دروغ گفته شده. همه چیز، همه این افکار مربوط یا نامربوط، قاطی پاتی در ذهنم رژه می رفت. گرسنه و تشنه بودم، هوا هم گرم بود. آخرای شب یکی در رو باز کرد و گفت: تو کی هستی؟ که اینجا اومدی؟ و وقتی فهمید غذا نخوردم، رفت و ساندویچی آورد و گفت: ببخشید، فکر میکنم وقت شب شما از قلم افتاده بودی. بعد دو نفر اومدن و منو به دستشویی بردن. وقتی برگشتم با هم پچ پچی کردن و کمربندمو گرفتن. شلوارم شلوول شد و افتاد پایین. خندیدند، من هم خندیدم. بعد کرواتمو گرفتند و گفتن: چرا اینو اول از شما نگرفتن؟ اون کروات رو خیلی دوست داشتم، خیلی هم گران قیمت بود. سلول که برگشتم از فکر کروات بیرون نمی رفتم. انگار عزیزی را از دست دادم. من به عمد روی این نکات انگوش می گذارم. در زندان و در سلول انفرادی رنگ و لعاب‌ها کنار می رود و زندانی خودش را گاه برای اولین بار می بیند. یک آشنایی را میبیند که برایش غریبه بود، یا غریبه ای را میبیند که برایش آشناست. در سلول انفرادی حجابی در کار نیست و آدمی خود خودش میشود. برای نخستین بار زندانی به تماشای خودش مینشیند. گمان میکنم در اون زیرزمین شخصی را شلاق میزدن. صدای داد و فریاد میامد. نمیدانم چرا دل من قرص بود و برخلاف وقتی که کیسه را سرم کشیدند و خیلی ترسیدم، نمی ترسیدم. البته در سواک اهواز با هیچ ضرب و شتمی من روبرو نشدم. فردا صبح مرا از پله ها بالا آوردند و به داخل یک ماشین که جلوی در سواک پارک شده بود بردند. همون بازجویی درشت اندام به اضافه فردی عینکی که میگفتن نماینده دستگاه قضایی است و همون مرد بداخلاق بدریخ در ماشین بودند و پرسیدن: خانه تون کجاست؟ به خانه رسیدیم، رفتن سراغ کتاب ها. در کل برخورد بدی نداشتن، ولی از اتاق ساده که زیلوی نیمداری اون را پوشانده بود خیلی تعجب کردند و یکی دو بار پرسیدن: شما اینجا راحت بودی؟ بازجوی درش اندام گفت: کرواتی که داشتی که خیلی گرانتر از این زیلوس که در اتاقه. نمیدونست اون کروات رو من بلند کرده بودم. چک نویس های مربوط به مقاله ابن هیثم، سیبویه و نور را به اضافه کتاب دیالکتیک و سیر جدالی که گووریج نوشته و حسن حبیبی ترجمه کرده بود و نمیدونم چرا نینداخته بودم به رود کارون، زمیمه پرونده کردند و گفتند برویم. برگشتیم به اداره سواک. منو به زیر زمین نبردند و گفتند: شما در اهواز نمیمونید. ماشینی با دو مأمور شهربانی آمدند و مرا با خودشون به ایستگاه قطار بردند و گفتند: میریم تهران و فردا صبح میرسیم. تشنه بودم. اینجور وقتها دهان آدمی خشک می شود. با محبت زیاد به من آب دادن. گفتن یک کوپه گرفته شده برای ما و شما. از اهواز تا تهران حدود 18 ساعت راه داریم. با خودشون یک فلاکس بزرگ چای، نان، پنیر و گوجه و خیار داشتن.
دستام دستبند داشت و از پشت بسته شده بود. یکی دو لقمه دهانم گذاشتم. گفتم میل ندارم. اونا هم خودشون نخوردن و با هم نمیدونم چی یواشکی حرف زدن. حدود ساعت یک بعد از ظهر قطار سوتی کشید و ایستاد. شنیدیم 10 دقیقه توقف دارد. اجازه گرفتم وضو بگیرم. یکی از اون دو دست هایم را از دستبند در آورد و به خودش بست تا بیرون برویم. بعضی مسافران مرا با مهربانی زیاد نگاه می کردن. یک پیرزنی بود، گفت خدا بکشدم این جوون چی شده؟ بیچاره مادرش. یه دختری همراهش بود، شونش زد به او و گفت حرف نزن. خلاصه رفتیم پایین. دم در توالت گفتم ببخشید میشه خودتون رو از من باز کنی؟ پلیس دوم گفت بابا این بچه خوبیه، بازش کن. نماز خواندم و برگشتیم. به دستم دستبند نزدم. یکی از پلیسا گفت ببین ما از شهربانی هستیم و با ساواک تداخل نداریم، ولی اگر خدای نخواست اتفاقی بیفته، مثلا شما شیطون گولت بزنه، یه کاری بکنی، جیم بشی، فرار کنی، از این چیزا، ساواک خار و مادر ما رو به عزا میشونه و تا آخر عمر باید بریم هلفتونی. گفتم من فرار نمی کنم. او وقتی حرف میزد به اسلحه کمریش هم جوری که من نگاه کنم نگاه میکرد. قرار شده بود به نوبت بخوابن، اما گاه هر دوی اونها خور و پف میکردن. یه مرتبه چشماشون رو باز میکردن ببینن من هستم یا نه، هرچند در کوپه هم بسته بود. بعد یکیشون پا شد، یه چایی برای خودش ریخت و خورد و قصه ای از ملا نصرالدین گفت تا منو که فکر میکرد خیلی ناراحتم بخندونه و دوباره دست به هم بزنه. گفت ملا وقتی میخواست با زنش خلوت کنه دست و پای اونو محکم میبست. زنش گفت ملا این چه کاریه میکنی؟ من که خودم به این کار طالبم و حتی منم که سر به سر تو میذارم. ملا گفت باشه همه اینا درست، اما کار از محکم کاری عیب نمیکنه. یه وقت میبینی در رفتی. با لبخند دستامو بردم جلو و او با یک ببخشید دستبند زد و خور و پف شروع شد. خلاصه فردا صبح رسیدیم تهران. دستم را یکی از آنها به خودش بست و از قطار پیاده شدیم و با یک ماشین رفتیم تا میدون توپخونه. تا به میدون رسیدیم بی اختیار به یاد واقعه میدان توپخونه افتادم که در تاریخ مشروطیت خوانده بودم. کشمکش میان محمد علی شاه و مجلس و مردم در سال 1286، انگار اراذل اوباشی را که به سرکردگی سنی حضرت و مقتدر نظام به طرف مجلس و مسجد سپه سالار هجوم برده و بر علیه مشروطه عربده کشی می کردن، همون نزدیکی ها می دیدم. انگار شیخ فضل‌الله نوری، نایب حسین کاشی و اصغر قاتل جلوی چشمام همونجا اعدام می شدن. خیابون فردوسی، لاله‌زار، اکباتان، امیر کبیر، ناصر خسرو، خیابان سپه و باب همایون الماسیه که همهشون اون دورو برا بودن مثل پرده سینما می رفتند و می اومدن. من گیج و ویج شده بودم. کمی پیاده رفتیم و از یک در کوچکی رفتیم داخل یک سالن. کمی به خودم اومدم. اینجا کجاست؟ منو تحویل دادن و هر دو به خاطر دستبند به من گفتن ما رو حلال کن و رفتم. مردی که کت و شلوار پوشیده بود گفت شما بفرمایید بشینید. انگار همین الان پدر و مادری روبروی من بودند و از نگاه و صحبتشون پیدا بود به ملاقات کسی آمدن. اون زن منو که دید اول لبخند زد و بعد گریست. با سر سلام کردم. شوهرش گفت ناراحت نباش زن. یک مرد خارجی هم نمیدونم چرا اونجا بود. دقایق بعد یک نفر که کمی تاس بود اومد و به زبان انگلیسی با اون مرد خارجی حرف زد و پوشه ای را از او گرفت و تشکر کرد. چشمم به اون مادر بود که دو نفر اومدن به طرف من. پا شدم سلام کردم. گفتن با ما بیا. کت مخملی یشمی رنگی داشتم. گفتن در بیار و انداختند روی سرم
و از اونجا رفتیم. یکیشون پرسید میدونی اینجا کجاست؟ گفتم نه من نمیدونم. برخورد بدی نداشتم. اون یکی گفت ما دلمون نمیخواد هیچ کس به اینجا بیاد. پرسیدم مگه اینجا کجاست؟ جواب ندادن. جلوتر کتم را چشمان برداشتن، در کوچکی بود، از اونجا رد شدیم. منو به اتاقی بردن و گفتن آقای سرگرد وزیری تحویل. بعد رفتند. کنار من دو جوان رو به هم دستبند زده و اونها با نگرانی به هم دیگه نگاه میکردن. صدای جیغ و داد میامد و سرگرد وزیری لبخند موزیانهی بر لب داشت. وسایل منو گرفتن و لباس زندان پوشیدم و شگفتا این لباس را که برای اولین بار می دیدم انگار پیشتر دیده بودم. نمی دونم چرا لبخند می زدم. کاش نمی زدم. نگهبانی که منو می برد تا به سلول ببره به خیال این که مسخره می کنم داد زد نیشتو ببند. می دونی اینجا کجاست؟ ما در قهوه؟ اینجا کمیته مشترکه. من دوباره لبخند زدم و او با چند لگد محکم به جایی که نبایست لگد میزد زد و مرا نقش بر زمین کرد. نمیتونستم بلند بشم و گریه میکردم. درد امانم نمیداد. سرگرد وزیری اومد و یک سقلمه محکم به من زد و گفت یابو مگه تخمات کشیدن؟ بلند شو. به زحمت و با درد بلند شدم. عشق در چشمام جمع شده بود و اونها قاه قاه می خندیدن. نگهبان چشمانمو بس و پشت سر هم محکم اردنگ می زد و مادر قهبه و مادر سگ از زبانش نمی افتاد. سرم سیاهی می رفت و من از درد به خود می پیچیدم. برد و برد و برد